Thank you, Roma, for the kind introduction. من سلام میکنم خدمت همگی. پیش از هر چیز لازم تشکر کنم از دکتر میلانی، خانم پرهاد، روما پرهاد و آقای فرانکو به خاطر این امکانی که به من دادن. واقعا باعث افتخاره. 7 سال پیش یادمه که من نمایش فیلم داشتم در استنفورد، شهر من پیتزا، با جلسه پرسش و پاسخش. البته اون زمان دوران پیشا کرونایی بود، همه چیز حضوری اتفاق افتاد. الان بعد از 7 سال در دوران ویرچوال به سر میبریم. حالا امیدوارم عمری باقی باشه و 7 سال دیگه نمیدونم، شاید سورپرایز دیگه ای سرنوشت برامون داشته باشه 7 سال دیگه، ولی باز به هر ترتیبی که بود باز هم بتونم در استنفورد نمایش فیلم داشته باشم و در جلسه پرسش و پاسخش حاضر باشم. همونطوری که خانم پرهاد گفت، شما یک باکسی در سمت راست پایین تصویر به نام Q&A دارید که ظاهراً باید سالها اونجا در واقع نوشته بشه. من سوال ها رو از اونجا میخونم و پاسخ میدم. یکی نوشته there's an echo, I don't know what does that mean, maybe there's a technical problem. به من گفته شد که در شروع جلسه معمولا یک پرزنتیشنی داریم از طرف مهمانان. من فکر کردم که خب من که فیلم رو ساختم، فیلمم شاید همون در حکم همون پرزنتیشن باشه، ولی به نظر اومد که حالا شاید در شروع جلسه به قول معروف تا گرم بشه جلسه، شاید یک پرزنتیشن خیلی خلاصه داشته باشم در مورد مفهوم خانه در آثار بیضایی. البته اینه که میگم خیلی خلاصه است، یکی از خطهای موضوعیه که دوست دارم اگر که موقعیتی فراهم بشه ادامه بر این فیلمی که دیدید ساخته بشه، دوست دارم یکی از خطوطی که دنبال میکنم اینی باشه که حالا توی 5 دقیقه، 7 دقیقه، شاید 8 دقیقه آینده براتون میخونم. پس من با عزتون با این پرزنتیشن شروع میکنم، بعد میرم سراغ سوالات و اگر که باشه سوالی، اگر هم که نبود که در خدمتون هست. خب. از خانه منظورم فقط چهار دیواری که تو اون زندگی میکنیم نیست، یعنی وقتی میگم خانه در آثار بیضایی منظورم اون مفهومیه که به اصل، مبدأ، بنیاد و چرایی و آغاز اشاره میکنه. و در این بین واژه بنیاد به نظرم سازگارترین معنی رو برای اون چیزی که بهش میگم خانه در آثار بیضایی تو خودش داره. انسان به محض پرتاب شدن به این جهان دارای تاریخ است و گذشته ای دارد. این رو مارتین هایدگر در کتاب معروفش هستی و زمان نوشته و به نظرم به این معنی اشاره میکنه که برخلاف تصور انسان از صفر شروع نمیکنه و جدایی از اون میراث ژنتیکی که با خودش داره، به محض تولد به جهانی از معانی، اسامی، قراردادها، مفهومها و سنتها پرتاب میشه. معمول بر اینه که انسان ها معمولا این سنتها و قراردادها رو بیچون و چرا بپذیرن، ولی ظاهرا فقط عده کمی هستن که توان اینو دارن که جدا بیستن و در چند و چون این بیچون و چراها پرسشگری و کنجکاوی کنن. و همینا هستن که همیشه باعث پیشبرد، باعث جلو رفتن علم و تمدن بشری میشن. به نظرم بهرام بیضایی یکی از اینهاست که در حوزه‌های تخصصیش، یعنی نمایش، سینما، ادبیات و اساطیر، از تاریخ و گذشته میگه ولی روایتگر تاریخ نیست و به اون بسنده نمیکنه. اون گذشته رو در پیوند با امروز معنی میکنه و از گفتن و به کار گرفتن گذشته پیشنهادهایی میآفرینه و ارائه میکنه برای امروز ما و بیداری امروز ما. بی جهت نیستش که همیشه عناصر آثار بیضایی، حالا فارغ از اون نمادپردازی ها و تفسیر بازی های شخصی و معمولی که میشه حالا هر کسی هر گروهی به سهم خودش یک جور نماد و تفسیر براش شاید درست میکنه،
ولی همیشه این عناصر به نظرم یک وجه آشکار یا پنهان ولی رازآمیز تاریخی اسطوره‌ای با خودشون دارن. پس صحبت از خانه اگر میکنیم و به تمثیل اگر مفهوم وطن شاید از اون میگیریم، منظور فقط سرپناه، چهاردیواری یا زادگاه نیست. منظورم اون بنیاد فرهنگیه که شاید مرئی نیست ولی ستونهاش بر زبان، ادبیات، آیین‌ها، اسطوره‌ها استوار شده و طی سالیان و قرون خوب یا بد بنیان هستی و هویت ما ایرانی‌ها رو شکل داده. حالا با این مقدمه به این پیش زمینه که خانه چطور بر هویت ما بنا میشه، فقط مروری میکنم خیلی خلاصه، خیلی موجز و فشرده روی همین مفهوم در چند اثر به بهرام بیزایی. اولین فیلمی که بهرام بیزایی ساخته، یعنی عمو سیبیلو، دقیقا در اولین پلان با تصویر یک خانه شروع میشه. خانه ای که عمو سیبیلو خارج از شهر گرفته، پی تنهایی رو به تنش مالیده که دور از هیاهو و سکوت و آرامشش و از دور از هیاهو، از اون سکوت و آرامش اون دوری استفاده کنه، لذت ببره. ولی بلافاصله ما همونجا پلانی داریم که در همون پلان ما پسر بچه‌ای رو می‌بینیم با توپ فوتبال در دست که داره به خانه نگاه می‌کنه، که به نظرم خیلی خیلی پلان جالب پیش درآمدیه بر هر آن سکوت و آرامشی که در بعدن در انتظار عمو سیبیلوه. خیلی خوب اون رو نشون میده. این تصویر از این لحاظ اهمیت داره که ما قبل از اینکه اون شخصیت رو ببینیم، خانهش رو میبینیم و این پیوند شگفت‌انگیز بین خانه و هویت که بعداً در آثار بیضایی به وفور و مثل یک موتیف موضوعی تکرار میشه و حتما به صورت پخته‌تر و عمیق‌تر در میان، دقیقاً از همین اولین پلان سینماییش مشخصه. جالب اینه که در آخرین صحنه از آخرین نمایشی که تاکنون بیضایی به روی صحنه آورده، یعنی چهار را که فکر میکنم خیلی حالا اینجا دیدنش، درست در نقطه پایانی شخصیت نهال، شخصیت اصلی زن، به پسرش که نام و مسمای امید رو هم داره اطلاع میده که خونه رو یا خانه رو نمیفروشن، درست همونطوری که اون میخواسته. در تمام این نمایش باز میبینیم که خانه یکی از شخصیت‌های اصلیه که گرچه نمیبینیمش ولی چنان نشانی و گوشه گوشش در گفته‌های سارنگ شخصیت مرد اصلی و نهال ترسیم میشه که در انتهای این خانه برای ما هم به صورت یک عنصر آشنا در میاد و هم خب سرنوشت تلخش که به دست ایلغارهای بازسازی و سازندگی ویران شده برای ما آشناست. ایلغار واژه مغولی هجوم یا یورشه که و این تعبیر ایلغارهای بازسازی و سازندگی رو باز از خود بهرام بیضایی گرفتم که جایی برای این ویرانی های بساز و بفروش ها استفاده کرده. توی چهار راه در نبود اون خانه و باقی که در واقع الان زیر اون چهار راه مدفون سنگ و آسفالت شده، به جامعه رسیدیم پر از کابوس سوء تفاهم ها و عدم ارتباط ها که همه چیز زیر سیطره تبلیغاتی ها به ابتذال کشیده شده. یعنی یه آشفتگی و کیاس که باز در کارهای بیضایی اغلب با این بیخانمانی نسبت مستقیم داره. این رو وقتی یعنی خانه نباشه این کیاس و آشفتگی سر بر میاره. این رو در فیلم سفر میبینیم، در فیلم باشون میبینیم، در به خصوص در نیمه ابتدایی، بعد که باشو به خونه میرسه و در خانه پذیرفته میشه میبینیم که ورق کم کم برمیگرده. در نمایشنامه هاش به همین ترتیب، به خصوص سرنوشت‌های مغولی، به قول دوست عزیزم سعند عبیدی که اسم اینا رو گذاشته مغولیات بیضایی، باز مثل عیار تنها، تاراجنامه، تاریخ سری سلطان در آبستون، میبینیم که همه این آشفتگی ها یا کیاس، ببخشید اینجا قطارم رد میشه، گاهی ممکنه قطار بیاد توی کادر یه وقت تعجب نکنید، ما هم دچار کیاس و آشفتگی بشیم. باز میبینیم در همون مغولیات بیضایی این آشفتگی و کیاس درست بعد از دست شدن خانه یا بیخانمانی اتفاق میفته.
در غریب و امه که باز یک شاید برداشت امروزی از همون حمله مغولای و همه یورشایی باشه که این سرزمین باش روبرو شده، باز با نمونه ای از اون یورش غریبه ها به آبادی روبرویم، در حالی که خب که به اون همونجور که گفتم به آشفتگی میرسه، در حالی که باز در نمایشنامه دیگرش که اتفاقا داستانش در همون زمان مغول ها اتفاق میفته، یعنی عیار نامه، ولی چون خانه پهلوان شخصیت اصلی مرد پابرجاست و هنوز اشغال نشده و نهایتا با مبارزه جانانهی که او و سوها شخصیت اصلی زن با مغول ها میکنن خانه اشغال نمیشه، چون خانه پابرجاست دست آخر میبینیم که به واسطه اون یک استقرار و اطمینانی هم نمایشنامه اتفاقش با اون پایان میپذیره، یعنی خانه پابرجاست و این استقرار و اطمینان هم به واسطه اون پابرجاست. نمونه ای از این عمق و استقرار رو در رابطه مادر بزرگ ها، مادرها و خانه ها در کارهای بیضایی میبینیم که با وجود وجوه مثبت یا منفیش، ولی اون خانه باز در یک پیوند شگفت‌انگیز با هویت ساکنینش، انگار که بیان کامل بیرونی یا تصویر شده این شخصیت هاست. نمونه شاخصش در فیلم رگبار که اون خونه دل مرده ی عاطفه با حضور همیشگی ساکن و ساکت مادر گنگش، انگار از پیش داره اعلام میکنه که خوشبختی در این خونه راه نیست و حالا اون خوشبختن لحظه‌ای که عاطفه و آقای حکمتی هم با هم تجربه میکنن خارج از اون خانه بیرون در اتفاق میفته، در خانه راه نداره. و همونجور که گفتم انگار این حس بصری شده در واقع اون مفهومه که این خانه و ساکنینش همیشه مقهور اون شرایط ناخواسته خواهند بود یا به اون خوشبختی که در پیش هستن نخواهند رسید. این رو از پیش در فیلم به صورت بستری شده به ما اعلام میکنه. در فیلم کلاغ باز میبینیم که خانه انگار که همون مادره و عروس که توی خونه زندگی میکنه مثل مهمانی میمونه که به هویت اون خونه پیوند نمیخوره. در نهایت با جستجوی در خانه انگار که داره زوایای شخصیتی مادر رو میکاوه و دست آخر هم اون رمز و معمای فیلم رو از انبار یادگارهای گذشته خانه بیرون میکشه. ولی به نظرم در اوج همزاد پنداری یا پیوند خانه و هویت شخصیت اصلی فیلم رو میشه در فیلم مسافران دید که در اینجا هم باز خانه و همه ساکنان و باغ پیش روش انگار که همگی برابر نهاد بصری شخصیت خانم بزرگ هستن که جمیله شیخی به زیبایی و قدرت نقشش رو بازی میکنه. حس خانه از ابتدای فیلم که خب عروسیه و همه جا رو شادی گرفته در انتها به غم برمیگرده، ولی نقطه امید و اتکاش رو از هرگز از دست نمیده تا در انتها که دوباره نور امید به اون بتابه. اگر اجازه بدین حالا این خیلی میگم پرزنتیشن شورت خلاصه مختصر رو من با همین نور امید اینجا پایان بدم، هرچند که فقط شاید رویای امید باشه، ولی دوست دارم که همین رویای امیدمون رو همگی حفظ کنیم. همونجور که گفتم حالا باز یک توضیح دیگه، این یکی از خطوط موضوعیه که من چون یه امیدواری گرفتم که دوست دارم فیلم دومی برای این فیلم بسازم و این امیدواری بهم داده شده، دوست دارم که یکی از خطوط موضوعیش همین موضوعی باشه که گفتم، پیوند خانه و هویت در کارهای بیضایی. شاید برای ما که الان از خانه دور افتادیم دغدغش بیشتر هم باشه. من میرم سراغ سوال ها. یه ذره البته باید بگم که مقدار سخت معمولا در این ارتباطات در این کنفرانس و وبینارهای ویرچوالی اشخاص دیده میشن اون رو به رو. من الان یه مقدار
شبیه کسی هستم که در جلوی یک غار در واقع تاریک نشسته برای خودش داره صحبت میکنه. حالا خوشبختم که الان در Q&A دارم سوالای شما رو میبینم. اولین سوال آقای امیر فنایی، گفتن که برای ما بگید که سبک متفاوتی که استاد بیضایی در کار با بازیگران در فیلم‌هاشون دارن. If one is influenced by the others، آیا از جایی تأثیر گرفته؟ من فکر می‌کنم این سوال رو باید خود آقای بیضایی پاسخ بدن، یعنی در مورد سبک به طور قطع متفاوت اون چیزی که من میبینم و میدونم و با عنوان بازیگر در یک از کارهایشون سالها پیش تجربه کردم. بله، سبک بازی متفاوت، این تجربه شخصی خودم دارم میگم، این در واقع به معنی نیستش که درسته و همه آن چیزی هستش که بهرام بیضایی با بازیگراش کار میکنه. ولی من یادمه که اون موقعی که در نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین سال 83-84 من افتخار داشتم جزو گروه بازیگرانشون بودم، این تفاوت رو به طور کامل حس کردم. اون موقع معمول بر این بود که بازیگران یا کارگردانان از بازیگران میخواستن که از حس و احساسات درونی استفاده بکنن، به اون نقش نزدیک بشن. اولین تفاوتی که ما دیدیم این بود که آقای بیضایی از بیرون، از حرکت و از در واقع شکل بیرونی شخصیت ها استفاده میکردن تا اون نقش رو با کمک بازیگر بیافرینن روی صحنه. تفاوتش در اینه که، و البته باید بگم که این اصرار بر حرکت اونقدر به اغراق نمیرسه که شکل مکانیکی یا شکل در واقع حالا باله یا مدل نمایش اینطوری پیدا بکنه، همیشه در پیوند با اون زندگی قرار میگیره. ولی معمولا روانشناسی نقش آخرین چیزی بود، یا اصلا استفاده نمیکردن یا آخرین چیزی بود که سراغش میرفتن. شکل بیرونی نقش براشون خیلی مهم بود. دومین تفاوت بارز میتونم بگم که این استفاده غیر بداهه پردازانه، یعنی بداهه پردازی باز شاید اونجوری که اون موقع در تئاتر ایران معمول بود خیلی ها استفاده میکردن از بازیگران کارگردانان، بعض وقتا حتی تئاتر رو در حین بداهه پردازی، نه جلوی تماشاگر در تمرینات ولی در حین بداهه پردازی میآفریدند. ولی آقای بیضایی همه این آفرینش رو قبلا در ذهنشون انگار که انجام داده بودن پیش از این، از بازیگر میخواستن که فقط این یک همون چرخدنده ساعت در جای خودش قرار بگیره و به همون دقت و به همون درستی و ظرافت اون کاری که باید رو انجام بده. یعنی همیشه تعریف شده بود این دیگه در واقع به بازیگر برمیگشت که چقدر میتونست این چرخدنده رو زنده و در پویا روی صحنه بیافرینه. ولی این دومین تفاوت عمده‌ای که میدیدم، یعنی در نهایت فکر میکنم که مجموع کار مثل یک ارکستر سمفونیک بود، همه سازها، نوت‌ها، جاها، میزان شدت یا مثلا کندی، ریتم تند یا کند، همه اینا از پیش نوشته شده بود توسط اون آهنگساز، تعیین شده بود، آفریده شده بود، تصور شده بود. اینجا باید این ارکستر سمفونیک فقط در کنار هم میشست و در هماهنگی کامل این رو اجرا میکرد. این تفاوتی بود که من دیدم. امیدوارم جواب سوال شما رو داده شما آقای امیر فنایی. خانم محشید مدرس فرمودن که خود آقای بیضایی چقدر در ساخت این فیلم دخیل بودن؟ آیا بعضی از پیشنهادات ایشان باعث شد که شما فیلم را تا حدی تغییر بدهید؟ این سوال رو گهگداری این برانور هم بعد از نمایش فیلم من باش مواجه شدم. من اجازه بدیم بگم موقعی که فیلم تموم شد خواستم که در واقع فیلم تموم شد و میخواستم این فیلم رو تحویل بدم، واقعا به ازایی زنگ زدم گفتم که اینجوری شده، قراره در واقع فیلم رو دیگه تحویل بدم. گفتم که اصلا لزومی نداره من ببینم.
یعنی تا این حدیشون از کار کناره در پای گرفته بودن. طبیعتاً هم به من با حالا میتونم میگم شاید با بزرگواری گفتن که خب این فیلم توه، لزومی نداره حتی من ببینم. من اصرار داشتم که ایشون ببینن، فرستادم براشون ببینن. برای چی؟ برای اینکه توی فیلم بخشایی به گذشته برمیگرده، صحبت از اتفاقات تاریخی میشه یا صحبت از سالهایی در تاریخ زندگی ایشون میشه. من فرستادم که ایراد درستی نداره، ایراد بزرگی نداشته باشه فیلم، که ایشون ببینن. بود مواردی هم اونجوری بود که در همون اتفاقات تاریخی یا در رابطه با پیشامدهای زندگیشون فیلم اشتباهاتی داشت که اونم باز دلیلشو میگم. از منابعی که در اختیار من بود، در اون منابع به اشتباه اومده بود، من از همون رو استفاده کرده بودم و آقای بیزاییم اونا رو اصلاح کردم. فقط در همین حد. یک مورد رو میتونم بگم که آقای بیزایی فقط خواستن که بعد از دیدن فیلم که اضافه بشه. آن موردی بود که در رابطه با توضیح جلسه مسعود کیمیایی و خود ایشون با سعید امامی داشتن. اون هم حالا دلیلش رو اگه خواستن دوستان بعدا میتونم توضیح بدم. بله، اون تیکر رو من میتونم بگم که ایشون خواستن که در فیلم باشه و خب حالا دلیلش هم این بود که برای اینکه این روایت 20 سال گفته شده بود، تکرار شده بود و به نظرم ایشون حقشون بود که روایت خودشون رو در رابطه با اون بگن. فقط همین، یعنی هیچ موردی، هر آنچه که از کاستی ها و نواقص فیلم میبینید همه به من برمیگرده، هیچ ربطی به هیچ کسی دیگه ای نداره. نه ایشان تغییری دادن در روند و ساختمان فیلم، نه دوستانی که در رادیو فردا بودن و نه هیچ کسی دیگه، و درستش هم همینه. فکر میکنم که این فیلم یک کارگردان سازنده ای داره که مسئولیت همه آنچه که در اون هست رو میپذیره. امیدوارم جواب شما رو داده باشم خانم مدرس. یک پرسال کننده ناشناس گفتن چرا با کسان دیگر مصاحبه نکردید، از دخترانش تا سوسن تسلیمی تا بازیگران نمایش ها؟ من عرض به حضور شما باید بگم که فیلم مستند لزوماً اون فیلم نیستش که با همه مصاحبه بکنه. این فیلم مستند همونجوری که گفتم مسئولیتش رو میپذیرم. این فیلم مستند رو من تشخیصم این بود که باید به این ترتیب ساخته بشه. این هم جزوی از در واقع ژانرهای یا گونه های فیلم مستنده. لزوماً چون ما خب اون فیلم، اون نوع فیلم مستند رو که با اشخاص حالا تقریبا بسیار زیاد مصاحبه میشه دیدیم، اون تنها نوع فیلم مستند نیست. این یک. و این که حالا مثلا در چون یعنی ایرادایی که حالا به اون نوع فیلم مستند گرفته میشه معمولا میگن که مثلا مثل استشهاد محلی میمونه، کسانی که حالا اون ژانر اون نوع رو دوست ندارن میگن مثل استشهاد محلی میمونه که حالا مثلا با بقیه مصاحبه کن در مورد یک شخص. ولی خب به نظر من هیچ کلن و عموماً گونه یا ژانر مستند هیچ ارزشی به فیلم نمیده. من فکر میکنم که فیلم رو ارزشش رو خود فیلم تعیین میکنه. میتونه فیلمی باشه که با کسان دیگه مصاحبه شده باشه فیلم خوبی نباشه، یا با کسان دیگه مصاحبه شده باشه و فیلم بدی باشه. پس این فیلم رو به نظر من اومده بود که مصاحبه با خود ایشون و نماینده بازیگرانشون، اینجوری میتونم بگم که خانم شمسایی باشن، به نظر من کفایت میکرد برای فیلم و برای اون هدفی که فیلم براش ساخته شده. فیلم با هدف طرح یک سوال خیلی ساده ساخته شد. در ابتدای فیلم هم گفته میشه فیلم قرار نبود که آنالیز کارها و آثار فیلمها و زندگی بهرام بیضایی باشه.
فیلم داره این هشدار رو در واقع داره این تلنگر رو میزنه که این این اتفاق که بهرام بیضایی کسی در وطن خودش اجازه کار و ساخت فیلم و تدریس نداره یک اتفاق عادی نیست و برامون عادی نشه. خیلی وقتا دیدم گفته میشه که خب این که قبلا گفته شده بود، بله، ولی متاسفانه ظاهرا برامون عادی شده. این فقط در مورد بهرام بیضایی نیست، یک نمونه ای از خیلی کسان دیگه. دو نفرشون رو در فیلم ما به صورت یک پرانتزی آگاهانه، ناصر تقوایی رو من این بر گذاشتم، امیر نادری رو این بر گذاشتم. این دو نفر هم هر کدوم به نحوی همین سرنوشت رو دچار شدن بهش. و کسان دیگه، همین مدت زمان زیادی نیست که از درگذشت استاد شجریان میگذره، فکر میکنم 10-15 سال اخیر ایشون کنسرتی نداشتن در ایران و قبلش هم که داشتن مرتب با مشکلاتی روبرو بودن، یادم را برق میرفت و اتفاقات اینجوری. عباس کیارستمی استاد فقید دیگه فکر میکنم شاید 10-15 سال در وطن خودش فیلم نساخت، با وجود اینکه ایشون تا حالا حتی نقدی که بهش وارد میشد گاهی این بود که خوب در واقع میتونه حالا یک تعاملاتی بکنه با اون بخشی از قدرت که بتونه کار بسازه، ولی حتی کسی مثل ایشان که فیلمهاش هم اونجور شاید شکل انتقادی و مسئله برانگیز نبود، در 15 سال اخیر فیلم نتونست بسازه. و بسیار کسان دیگه، کیانوش عیاری الان تو این 10 سال اخیر چند فیلم ساخته و اون فیلم که ساخته چطور به نمایش در اومد. فیلمی 10 سال پیش ساخت، توقیف شد، چند وقت پیش با اما اگر و حذف و اضافاتی اکران شد، دوباره بلافاصله توقیف شد. نمیدونم، رخشان بنی اعتماد 10 سال پیش آخرین فیلمش رو ساخته. تو این 10 سال با وجود اینکه باز گفته میشه چیزی که مشخصه اینه که خب ایشون یک ارتباطاتی با بخشی از قدرت داره، حداقل این چیز پنهانی نیست، ولی منظورم اینه که این بستر، این اتفاق، این وضعیتی که ما توش قرار داریم وضعیت عادی نیست. فکر میکنم که این اولویت، این سوال باید مطرح بشه، به کرات باید مطرح بشه و به هر شکلی که ممکنه باید مطرح بشه که یک وقت عادی نشه، برخلاف اون کسانی که اصرار دارن که این وضعیت رو عادی نمایی کنن. این فیلم در پاسخ به اونها و پاسخ به اون شرایط و پاسخ در واقع ایجاد سوال برای این شرایط ساخته شد. فکر میکنم که حضور بهرام بیضایی، حضور تنهای بهرام بیضایی و همراه و همسر و نماینده بازیگراش در فیلم اینجوری منطق پیدا میکنه. اگر که کسان دیگه‌ای قرار بود باشن، فیلم دیگری میشد که میتونست خیلی خوبم باشه. امیدوارم که فرصت باشه من بتونم اون فیلم دیگر رو هم بسازم، ولی در اولین حرکت احساس میکردم که باید این فیلم اینطوری ساخته بشه. پاسخ در سوال کننده ناشناس بود. یک سوال کننده ناشناس دیگه است، انگلیسی نوشته: What was the biggest challenge of making this documentary؟ فکر میکنم در پاسخ قبلی این بزرگترین چالشی که باش روبرو بودم فکر کنم کمی گفته شد. بزرگترین چالش هم واقعا همین پیدا کردن اون زاویه دیدی بود که بخوام این فیلم رو بر اون بنا بکنم یا متمرکز بکنم. بهرام بیضایی همونجور که همه میدونیم در حوزه‌های مختلفی کار کرده، در هر حوزه‌ای که کار کرده چهره برجسته، اون آثار برجسته‌ای از خودش به یادگار گذاشته. بزرگترین مشکل شد این زاویه دیدی بود که بشه برای این فیلم انتخاب کرد، از کدام وجه از ایشان باید میرفتم سراغ این فیلم. خب گفتم که در زاویه دید فیلم رو در پاسخ سوال قبلی گفتم، ولی خب فکر میکنم این بزرگترین چالش بود برای من. فکر میکنم که ایشان در موضوعی نیستش که در یک فیلم دو فیلم بگنجه، 10 فیلم 15 فیلم مستند باید ساخته بشه، یک جور حق کارهای ایشون رو ادا بکنه. سوال پرسش کننده ناشناس دیگه:
چرا به فعالیت‌های 10 سال اخیر او کمتر پرداخته شده؟ پس فکر می‌کنم پاسخش هست، اینم برمیگرده به همون زاویه دید من. من اولین نسخه‌ای که از این فیلم آماده کردم یا به اصطلاح خودمون رافکات اولیه یک چیز حدود 2 ساعت خورده شد. خب من این 10 سال اتفاقا اینجا خیلی بیشتر در کنار ایشون افتخار داشتم که باشم، تصاویر خیلی زیادی هم دارم و داشتم که در اون رفقات اولیه داشتیم. من فکر کردم که خب از مثلا یکی از کسانی که حالا تو این چند ساله از کاراشون گزارش تهیه کرده، گزارش ویدیویی، خود من بودم، کسان دیگه ای هم بودن، از کارهای 10 سال قبل ایشون گفته شده بود. من اجبار داشتم که در 55 دقیقه این فیلم رو بسازم. نمیخواستم که فهرستوار فقط برم سراغ اونها. اشاره میشه در به آن کارهای 10 سال اخیر در انتهای فیلم، ولی همونجور که گفتم این امیدواری که به من دادن که بشه قسمت دومی برای این فیلم ساخته بشه، امیدوارم توی اون به سراغ این کارها و از جمله آثار دیگه ایشون بتونم برم. در مورد این کارها قبلا گفته شده بود، در مورد یا ویدیوهایی تهیه شده بود همونجوری که گفتم از طرف خود من. توی اون 5 دقیقه ترجیح دادم از مطالبی گفته بشه که شاید کمتر بهش پرداخت شده باشه یا اصلا برای اولین باره که داره گفته میشه. ترجیح دادم که فیلم در واقع روی اون موضوعات متمرکز بشه، ولی امیدوارم عمری باقی باشه و فرصت پیش بیاد که اون قسمت دوم ساخته بشه، به خصوص در مورد کارهای 10 سال اخیر ایشون. خانم مدرس دوباره سواله ایشون، سال دوم میگفتن که اگه بخواید یک فیلم یک نمایشنامه آقای بیضایی رو به عنوان قوی ترین از آثار ایشان نام ببرید، کدام آثار رو انتخاب میکنه؟ خیلی خیلی سخته با اون فهرست طولانی که از ایشان هست. به نظرم انتخاب یک کار، دو کار، سه کار، 10 کار واقعا سخته. من ولی فقط برای اینکه پاسخ بدم، اگه بخوام یک کار انتخاب بکنم، به سلیقه من مرگ یزگرد. مرگ یزگرد به نظرم در نقطه کمال سینما و به طور شگفت‌انگیزی در یک پیوند عجیبی بین تئاتر و سینما، یعنی همونقدر که تئاتری سینمایی و همونقدر که سینمایی تئاتری، خیلی خیلی اثر عجیبیه، جدایی از اینکه فیلم قوی هست و جدایی از اینکه خب متن شاهکاری داره که انگار مثلا شما اون تاریخ ادبیات رو آوردید حالا در امروز دارید باهاش یه اثری میآفرینید. از همه لحاظ به نظر من به یک نقطه کمالی رسیده. خیلی از کارهای دیگه ایشون هست که همینطور مطمئنن. مرگ یزگرد فرصت پیدا میکنه که هم روی صحنه بیاد و هم به فیلم کشیده بشه. اتفاقا دغدغه من و سوال اصلی این فیلم عیار تنها همینه که چند تا خواهی میکنم سوال فیلم اینه دیگه، چند تا مرگ یزگرد هست که ما ندیدیم، به روی صحنه نیومد، به تصویر کشیده نشد، نه فقط از بهرام بیضایی. از خیلی کسان دیگه، ناصر تقوایی و از اسم نمیبرم، بسیار بزرگان دیگه، چطور این میدونین عرصه فرهنگ تبدیل به این شورزار شد؟ خب این سوال اصلی فیلم. آقای شاهرخ شاپوری گفتن که دیدگاه استاد بیضایی در مرگ یزگرد با انقلابیون 57 پیوند میخورد. باز سوالی که باید ایشون پاسخ بدن، من پاسخگوی ایشون نیستم، ولی مطمئنن بهرام بیضایی مثل هر هنرمند دیگه از اتفاقات پیرامونش داره تأثیر میگیره و بر اون تأثیر میذاره. یکی از اتفاقات بزرگی که در اون سال افتاد انقلاب 57 و حتما این تأثیر هست. میشه کند و کاف کرد، میشه
پیدا کرد عناصری که در واقع پیوند میخوره با اون، از جمله پایانش، پایان تکان دهنده فیلم که اونجا که سوسن تسلیمی رو به دوربین میگه شما که در واقع از رای آنها میگه که با پرچم سفید آمدند و رایشان این بود، حالا آنها که با پرچم سیاه آمدند تا رایشان چه باشد، این نقل به مضمون بود، ولی که صحنه واقعا تکون دهنده ایه. فکر میکنم که اونجا کاملا داره پیش بینی میکنه که در دهه های آینده چه قراره بر سر ما بیاد. سوال کننده ناشناس دیگه ای، How can we watch Beyzaie's film؟ آثار بهرام بیزایی دیدم در اینترنت هست، در جاهای مختلف هست، الان دیدم که در پلتفرم های دیگه ای داره وارد میشه که میشه اونجا هم دید فیلم رو، و اگر که در ایران هستید که پیدا کردنشون کاری نداره، به اولین پیاده روی که رجوع بکنید احتمالا اونجا توی در واقع دست فروش ها، اون سفره دست فروش ها میتونید پیدا بکنید. ولی اون چیزی که من خبر دارم یکی دوتا از فیلم ها بازسازی شده، از جمله مثلا یعنی در واقع اصلاح رنگ و تصویر شده، از جمله رگبار، فکر میکنم مرگی از گرد و بقیه هم شاید در صدد، امیدوارم که اینا به شکل شایسته و بایسته بیرون بیاد و در دسترس قرار بگیره. پرسش کننده دیگه ناشناس پرسیدن در فیلم به جلسه بین کیمیایی و بیضایی و مقامات امنیتی رژیم اشاره شده، کمی بیشتر توضیح بدین. آیا در گفتگو با شما مطالب بیشتر گفت که شما نیاوردید؟ نه، مطلبی که من داشتم همان بود که بیکم و کاست در فیلم قرار گرفته. ادهی دیدم که انتقاد کرده بودن که خب چرا بهرام بیضایی روایت خودش رو از اون اتفاق نگفته، حتما خب تشخیصشون میده که به همین بسنده بکنن. همونجوری که گفتم این اتفاقیه که در حدود فکر میکنم سال 73-74 اگه اشتباه نکنم یا همین حدودا در واقع میفته، دیگه اوج فشارهای فزایندهی بود که اون موقع به اهالی فرهنگ سینماگران داشت وارد میشد که بعدن حالا نمودش رو در قطعه‌های زنجیره‌ای هم بعدا دیدیم، یا همون موقع هم در اتفاق بود همون موقع قطعه‌های زنجیره‌ای. و یکی از دلایلی که باعث که همونجور که تو فیلم عیار تنها هم اشاره میشه، دلایلی که باعث مهاجرت دوم بهرام بیضایی است همین فشارها بود. دلیل اینکه به این اتفاق در فیلم اشاره میشه اینه، در حدود 20-20 خورده ای سال روایتی که تنها روایتی که از این اتفاق وجود داشت روایتی بود که مسعود کیمیایی گفته بود، و حالا من خودم اعتراف میکنم که همیشه وقتی این روایت رو میخوندم خیلی هم خوشم میومد. یک نکته آقای بیضایی مطرح میکنن که میگن نکته بسیار مخوفیه در این روایت، که انگار که ایشون بچه های ایران رو به دست بچه های امنیتی سپرده، ولی اون روایتی که ما میخوندیم همیشه این بود که خب چقدر بهرام بیضایی محکم جلوی اینو وایستاده، نصیحتشون کرده و مثلا گفته که مراقب بچه های ایران هم باشید. همیشه خب فکر میکردیم خب این روایت اعتراف میکنم، یعنی به همین ترتیب من توی فیلم آورده بودم. وقتی ایشون دیدن اون نکته خودشون رو اشاره کردن و روایت خودشون رو گفتن. به نظرم حق هر کسی است وقتی شما یک مطلبی از کسی روایت میکنین، حق هر کسی است که این روایت رو تایید، تکذیب یا تصحیح بکنه. ایشون اینجا این کارو کردن. من به عنوان فیلمساز تمایل داشتم که اتفاق کامل اون روایت اون جلسه رو بگم، ولی این رو هم توجه بکنید که فیلمساز نمیتونه نقش عوض بکنه در نقش شکنجهگر یا بازجو مثلا سوژه رو چنان تحت فشار قرار بذاره که اون چیزی که میخواد حالا بکشه بیرون و بعد دیگه رها بکنه و نگران سرنوشت اون کسی که با یادآوری این خاطرات
حالش هم بد شده نباشه. ایشون به این تکه بسنده کردن. من امیدوارم که بالاخره در یک زمانی نوری به تابه بر همه این تاریخخانه‌های تاریخی که ما به خصوص تو این سالا باش رو بودیم و روایت کامل، روایت مستند کاملش از اون بیرون بیاد. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشه. آقای امیر درویشی گفتن نمیخوام مقایسه کنم چرا کارهای بهرام بیضایی به اندازه فیلم های کیارستمی یا کارهای آنجلوپلوس در جشنواره های بین‌المللی استقبال و شناخته نشد. من میگم باید تاریخ نگارها یا در واقع کسانی که حالا با این مقایسه ها علاقمندن این رو پاسخ بدن. تو اون چیزی که من فکر میکنم حالا مختصر شاید به شما بگم باز برمیگرده به همون منطقی که این فیلم عیار تنها باش ساخته شد. آیا ما اجازه دادیم که بهرام بیضایی فیلم ها و آثارش رو بسازه آنجور که میخواد بسازه و در زمان خودش بسازه و بعد توقع کنیم که چرا مثلا در جشنواره های بین المللی یا خارج از ایران اونطوری که باید و شاید مورد توجه واقع نشد؟ پاسخ سوال بدون ترتیب منفیه. یعنی نوع فیلمسازی که بهرام بیضایی در واقع کار میکنه به پروداکشن یا تولید بزرگ نیازمنده، اون جهان اصلا اون رو میطلبه که هیچ همیشه از ایشون دریغ شده، در بهترین کاراش هم از ایشون دریغ شده. نوع فیلمسازی کیارستمی به اون در واقع حالا اون تولید مختصر میتونم، من شاید ایشون بودم، آقای کیارستمی رو افتخار داشتم توی ورکشاپشون بودم، خیلی هم کارش رو دوست دارم، همیشه هم برای من جایگاه بسیار بالایی داره. این چیزی که دارم میگم در جهت تخفیف کارهای ایشون نیست، ولی نوع فیلم سازی کیارستمی که به همون در واقع با جهان بینی یا با جهانی بود که ایشون می‌خواست بیافرینه احتیاج نه، بیشتر سازگار بود انگار با اون وضعیت تولید، وضعیت سینما، وضعیت محدودیت ها، وضعیت سانسوری که در ایران ما باش روبرو بودیم. به نظر میاد که ایشون بهتر موفق شد اون چیزایی که میخواست بسازه رو بسازه تا کسی مثل بهرام بیضایی که هرگز این امکانات و این شرایط بهش داده نشد. خانم الهه گلپری دوست عزیزم الله اظهار لطف کردن سوالشون، امیدوارم که به سوالشون برسم. میگن دوم که طنز خاص علاقهشون لطف داره که طنز خاص من چرا در چاشنی فیلم نشده. امیدوارم باز میگم باز برمیگرده به همون پاسخ، اینی که این شرایط انقدر اورژانسیه دیگه جایی برای طنز باقی نمیمونه. موقعی که کسی سکته که شرایط اورژانس سکته کرده یا میدونی شما تنها راه حل اینه که این رو به اورژانس برسونید. شرایط ما مثل شرایط اون شخص سکته کرده است الان دیگه، این وسط جایی برای حاشیه، برای اینکه با کسی دیگه مصاحبه بکنیم با طنز خاص حالا به نظر دوست عزیزم خانم گلپری، اینها دیگه در واقع نمیتونست توش جا بگیره. فکر میکنم فیلم از نظر من هدف فیلم این بود که مثل یک شلاق، مثل یک صاعقه این شرایط خاص و این شرایط ویژه رو یادآوری کنه. امیدوارم موفق شده باشه، ولی هدفم سمت و سوم و سعیم بر این سمت بوده. در مورد یک سوال ناشناس دیگه، ایده درخشان بازی در بازی در نمایشنامه و فیلم مرگی ازگه از کجا اومده؟ این باز سوالیه که باید خود آقای بیضایی پاسخ بدن. خیلی جا در مصاحبه های مختلف صحبتش شده و گفتن در روایت داستان در تئاتر یا حاصل نوشتن این شکل کلاسیک روایت داستان در تئاتر یا حاصل خلاقیت استاد بیضایی. من فکر میکنم که این حاصل خلاقیت بهرام بیضایی از آنچه که از شکل کلاسیک داستانگویی در ایران الهام گرفته، یعنی تأثیر گرفته، ولی این رو به صورت بسیار خلاقانه به
در واقع سبک و سیاق خاص خودش در آورده و همونجور که شما اشاره کردین در فیلم یزگرد یکی از اوجهاش رو میبینیم، این شکل بازی در بازی رو میگن. سوال ناشناس دیگه در مورد جایگاه زن در فیلم های بیزایی صحبت بکنید، باز این رو باز باید متخصصین امور صحبت بکنن. اون چیزی که من شخصا بدون هیچ تخصص دیدم و در فیلم هم اشاره کردم، من فکر میکنم جهان بیزایی از دو بخش عمده تشکیل شده، یک بخش جهان کابوس ها که انگار که سرمنشه همه تیرگی ها، سختی ها، میرایی ها و اون سرما و ناباروری و تمام این عناصر منفی اون جهان، و از سمت دیگه فکر میکنم اون جهانیه که زنها نمایندگیش میکنن. جالبه در اول آثار اولیش این نقش تا حدودی بر عهده کودکان بود و بعد میتونم بگم حالا شاید از قریب و مه به تدریج این انتقال رو شاهدیم و بعد دیگه در حالا چریکه تارا و کارهای دیگه که به این ترتیب تا به الان من فکر کنم دیگه کاملا زنان نمایندگیش میکنن. با توجه به این، با وجود این که همچنان کودکان همراه هستن باشون، ولی دیگه این جهان رو دارن زنان نمایندگی میکنن. من فکر میکنم این جهان زنانه، این نقش قوی زنان در کارهاش فکر میکنم تقابلیه با اون جهان کابوسا و انگار که راه نجات رو در این میبینه بهرام بیضایی که جهان کابوس ها به کلی جهان ما رو زیر سیطره خودش نگیره. این برداشت شخصی من. خانم گلپری سوال فکر میکنم سوال در مورد چالش فیلمساز گفتن که پاسخ دادم. سوال کننده ناشناسی انگلیسی باز نوشتن کدوم بخش رو ایشون میخواستن اضافه کنن، گفتم اون بخشی که در رابطه با روایت جلسه بازجویی سعید امامی با مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی بود. یه بخشی در پاسخ ایشون گفتن که این تنها بخشی بود که بهرام بیضایی خواست اضافه بشه. فکر کنم که پاسخ دادم اینو. خانم یاس علیزاده انگلیسی باز نوشتن Ala, I'm sorry to interrupt. Just letting you know we have about 8 minutes left, so maybe time for one or two more questions. بله، خانم علیزاده در مورد مفهوم وطن و خانه، دور افتادگی همه ماها صحبت کردن که من فکر میکنم که در اون تیکه اولیه فیلم در مورد تیکه اولیه همین در واقع گفتگوی ما من فکر میکنم پاسخشون در اون هست. آقای فنایی اینجوری که خانم روما به من گفتن ظاهرا دو تا سوال دیگه بیشتر فرصت نداریم. حالا من اینا که از تعریف ازش میگذرم دنبال اینم که سوال انتقادی باشه. در مورد عیار تنها، عنوان عیار تنها همجوری که خودشون هم گفتن در حالا در همین سوال کننده خانم مدیسه بتایی، عیار تنها به همون دوران حالا مغول ها برمیگرده. عیار اونهایی بودن که مبارزه میکردن. من فکر میکنم کسانی مثل بهرام بیضایی الان در نقش همون ها هستن، مبارزان فرهنگی هستن، نه به معنی مبارزه سیاسی. این رو دوست دارم تاکید بکنم که وقتی میگیم مبارز به معنی مبارزه سیاسی نیست، که اون در جایگاه خودش خوبه. ایشون مبارزهشون در جهت روشنگری، پرسشگری و اون چیزی که دارن باهاش مبارزه میکنن تعصبات و خرافات و جهله. من فکر میکنم که این مفهوم مبارزه رو ما باید در این چارچوب باید معنی کنیم. منم با شما موافقم که عیار تنها عنوان خوبی برای فیلم. سوال شاید سوال آخر یا یکی مونده با آخر. خانم غزال فیض گفتن به نظر خودتون مهاجرت چه تأثیری رو کارهای بیضایی داشته؟ منظور مفهوم خانه و حضورش نیست. ببینید تأثیر عمده، باز این از نظر شخصی منه،
من فکر می‌کنم یک سعادتی ما داریم که اینجا حضور بهرام بیضایی داریم و بهرام بیضایی انگار که مفهوم غربت رو برای ما تغییر داده. بالاخره غربت در سطوح مختلف اتفاق میفته. یکی از سطوح سطح زبان، غربت در سطح زبان، غربت فرهنگیه، اون داده های فرهنگی که شما در مملکت خودتون میگیرید. اینجا هم باز میتونم بگم که خیلی بختیار بودیم که اینجا با وجود مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد این امکان برای بهرام بیضایی و همه ما به وجود اومده که ایشون کار روی صحنه میبره. اصلا انگار که سطح فرهنگی رو در این منطقه حداقل اصلا تغییر دادن همه دست به دست هم، آقای بیضایی منظورم و مرکز مطالعات ایران شناسی. ولی یه واقعیت هست که جایگاه بهرام بیضایی در نهایتش با همه این سعادت ها در نهایتش آنجاست، در خانه است. یعنی این نمایش ها باید در سطح گسترده در جایگاه خودش برای تماشاگری که مردم ایران باشن از هر جای جهان، ولی در اون جایی باید اجرا بشه که بهش تعلق داره. من فکر میکنم که این باعث خجالت شرم برای ابد برای اون حکومتیه که این امکان رو از همه ما دریغ کرد. فکر میکنم که شاید آخرین سوال باشه. خانم زمانی، مهشید زمانی، باز سوال پرسیدن که از با دخترشون مصاحبه نشده و در مورد همسرشون گفتن. حالا شاید در انتها بعد نباشه من اشاره‌ای با این بکنم که در مورد منطق و فلسفه فیلم فکر میکنم به اندازه کافی توضیح دادم. قرار نبود که اصلا با کسی دیگه مصاحبه بشه. یک اشتباهی از طرف من اتفاق افتاد که نکته‌ای که مثلا خانم نیلوفر بیضایی در به سوئد نرفتن، به آلمان رفتن، من از منبع اشتباهی که در اختیارم بود این رو اشتباه گفتم و طبیعتاً عذرخواهی کردم ازشون. آنچه که غیر از این هست بینشون به من ربطی نداره. من نمیخوام اصلا، یعنی نه خودم میخوام و نه اصلا به من ربط داره که در این بین قرار بگیرم. قرار نبوده با کسی دیگه مصاحبه بشه از جمله خانم نیلوفر بیضایی. هر آن چیزی که در واقع تو فیلم بود من فهم میکردم بسیار با عشق و احترام از ایشون صحبت شده، از خانواده همسر اولشون. خیلی های دیگه هم همین رو به من گفتن و فکر میکردم که ممکن از اون تاثیر منفی داشته باشه. امیدوارم که اگر آثار دیگه ای ساخته بشه سوء تفاهمات اونجوری هم برطرف بشه. فکر میکنم که به انتهای جلسه رسیدیم. خیلی ممنونم، باز تشکر میکنم از دکتر میلانی، خانم روما فرهاد، آقای فرانکو برای اینکه این جلسه رو ترتیب دادن و امیدوارم که آورده‌ای برای بینندگانش داشته باشه. خیلی متشکرم. من فکر کردم چند کلمه‌ای در پایان بگم، چند تا توضیح. شاید توضیح اول که اگر این رژیم شرم میشناخت وضع ایران به این شکل نبود. به همین خاطر امید آقای محسنی که این رژیم شرم بکنه از این بلاهایی که بر سر آقای بیضایی و بر سر مملکت و بر سر فرهنگ ایران آوردن انتظار برآوردنی شدن نیست. ولی دو سه نکته توضیح عرض بکنم. ما دلیلی که این جلسه رو برگزار کردیم سوای این که فیلم مهمی بود و ما تلاش میکنیم فیلم هایی که مهم هستن در استنفورد نشون بدیم، ولی در مورد آقای بیضایی بود و این واقعیت که ما امسال در دهمین سال حضور پربار آقای بیضایی در دانشگاه استنفورد هستیم و بنا داریم در طول این سال چندین جلسه، چندین رخداد در واقع برای این بزرگداشت انجام بدیم. به یک روایتی
این اولین گام ما در این جلسه در این راه هست. امیدواریم فیلم رگبار ایشون رو بتونیم نشون بدیم. این خبر خوش رو دارم که شش نمایشی که آقای بیزایی در دانشگاه استنفورد رو صحنه بردن یا 5 تا رو صحنه بردن، ششمیش رو امسال امیدواریم رو صحنه ببرن، اینها به صورت مکتوب چاپ خواهد شد. ما داریم سعی میکنیم به یک ناشر محلی که این کار رو به عهده داره کمک بکنیم و این در ظرف چند ماه آینده این 6 جلد به عنوان 6 جلد آثار تا به حال منتشر نشده ولی آثار روی صحنه رفته آقای بیزایی منتشر بشه. من واقعا توصیه میکنم که این رو تون رو تهیه کنید. انتشارات بیشه هست، همین انتشارات بیشه همین امسال یک کار دیگر چاپ نشده آقای بیزایی رو که کار درخشانی است و یک سویه کاملا متفاوتی است از روایت آقای بیزایی. معمولا به خصوص کسانی که در این 10 سال با ایشون مراوده داشتن میدونن که ایشون چقدر با ادب و با متانت صحبت میکنن، برخلاف من که گاهی لاتی صحبت میکنم. این کتاب رو درآوردن و توصیه میکنم این کتاب رو هم بهش توجه بکنید. در این 7 سال آقای علا گفتن که ما فیلمش رو نشون دادیم، این دومین باره، برای میخواستم این رو هم عرض بکنم و تشکر کنم از آقای علا که همونطوری که خودشون اشاره کردن ما در این 7 سال بارها از حضور خلاق ایشون بهره مر بودیم. فیلم 10 سال تشکیل دانشگاه گروه ایران شناسی رو ایشون تهیه کردن و فیلم های دیگه و بسیاری کارهای دیگه و این بخت بلند ماست که این همکاری ادامه داره و از همه شما تشکر میکنم که با آمدنتون به این جلسه و با این سوالهای بسیار جالبتون به نظر من یک تکمله‌ای بر این فیلم بسیار جالب ایجاد کردید. برای من وقتی که این فیلم رو دیدم و سر و صدایی که در موردش ایجاد شد خوندم و شنیدم واقعا یک کمی شگفت زده شدم، برای اینکه اگر یک نکته در مورد آثار بهرام بیزایی نه تنها اجتناب ناپذیره بلکه شگفت‌انگیز به چشم آمدنی حضور زنانه و نگاه بیزایی به زنانه به عنوان منجیان ایران، به عنوان کسانی که از حق ایران دفاع میکنن، به عنوان کسانی که در مقابل سیاهی وای میسن، از شریکه تارا بگیرید تا باشو و اینکه یه عده‌ای چه خیش چه ناخیش از این مسئله سعی کنند علیه این فیلم و علیه بهرام بیزایی ماجرایی علم بکنند، به نظر من برای من هم غم‌انگیز بود هم شگفت‌انگیز بود و هم تأسف بار. به هر حال آثار آقای بیزایی و نقششون به مراتب وسیع‌تر و عظیم‌تر از این هست که کوتاه نظری‌های یا ندانسته هایی و کسانی که ندانسته ندیده این فیلم ها رو پیبستن به این موج، حتما در مقابل عظمت اون کارها اینها یک زیرنویس کوچکی بیش نیست. ما در چند ماه آینده شما رو در جریان بقیه برنامه هایی که برای بزرگداشت حضور ایشون، حضور 10 ساله ایشون، حضور 10 ساله پربار ایشون در استنفورد تدارک داریم مطلع خواهیم کرد. از آقای محسنی به خاطر قبول دعوتشون و از همه شما به خاطر حضورتون تشکر میکنم. وقت شما به خیر، به قول ایشون من افتخار بود برای من آقای دکتر.